بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی که در کار هست و همیشه هست و همه جا هست و باید بوده، قبل از این پیروزی انقلاب، حالا بعد، و اون اینه که من و شما گفتن که اسلام روی 5 تا پایه واسده، بنی الاسلام علی 5. یکیش نمازه، یکیش روز ما رمضونه، یکیش زکاته که خمس هم تو زکات، یکیش حجه و یکیش ولایته. ولایت یعنی مسلمان هم تو سر خود نماز و روزه و چوینا نیست، باید دستور رو از محل صحیح بگیره و زیر چتر اون دستورات الهی. و پیغمبر اسلام که تشریف آورده بودن اطلاع ندادن که من اعلی حضرتم، نه، یا من شاهم، نه، خبر نه، من رسول خدام، از جانب خدا برای شما دستور آوردم. خب خود شما چی؟ حالا به آقا عرض میکنیم که خودتون چطور؟ تو قرآن آمده که انی امرت ان اکون اول المؤمنین، به من خدا مأموریت داده که خودم اول مؤمن باشم، زودتر از همه یا شما خودم ایمان بیارم. الان بعد از نماز عشاء خوندیم که آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه، رسول با اون چه از ربش آمده ایمان آورد. باز قرآن می فرماد انی امرتو ان اکون اول المسلمین، بگو به مردم که من اول مسلمم. مسلم اینجا یعنی عمل، اول کسی که عمل میکنه منم. و یه وقتی هر سری تو سخنرانی فرمود هیچ دستوری رو من نگفتم الا اینکه قبلا خودم بیشتر و سخترش رو عمل کردم، بعد اومدم به مردم گفتم، تازه کمتر آسان‌تر شد. خود اینا اهل عمل بودن، با خودشان بس همینطوره. خب این رسول اکرم زیر چتر ولایی، ولایت رهبری، یعنی اون تصدی داره. قرآن کریم میفرماد الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که ایمان آورد. تو مدرسه نامه میدن دست بچه که ولی محترم دانش آموز، باشو بیا. میگن آقای رجایی خود رحمتش کنه، خویشون وقتی معلم اینا بود، بچهش نامه آورده بوده از زمانی که سر هم رئیس جمهور، که ولی محترم پیغام داده بود که خب وقت که نداشت، پیغام داده بود که میدونم چیه، میشینم اونجا میگن این سقفای توالت چکه میکنه، پول بدید، بگو چقدر بدیم، بیا حالا من اومدن رو کنسل کنم، کارش بوده دیم میرسه همین تعریف ها پول آخر. ولی یه مو حالا چرا ولی مینویسن؟ چون بعضی پدر ندارن، بچه یه وقت چیز نشه، حالا پدرش بود پدر، اگه نه هر که سرپرست شد، ولی این سرپرست الله ولی الذین آمن. اگه به شما گفتن آقا برو ولی تو برده بیار، خدا رو برده ببر، خدا سرپرسته، الله ولی الذین. در سوره قتال خداوند میفرماد ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، مولای مؤمنین خداست. سابقا غلام کنیز میخریدن، اون که پول میداد میخرید، میگفتن مولای اینه، این صاحب اختیار کلش. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا والذین کفروا لا مولا لهم، کفار بله مولا ندارن، یعنی گوش به حرف خدا نمیدن، مثل غلامی است که فرار کرده. اینجوری است مولای ما، یعنی صاحب اختیار ما هستش. ماها باید عبدالله باشیم، عبدالله یعنی عبدالله رو حالا ما معناست که همجور میگویم بندگی، ولی بخوام خیلی همچنین لمسش کنیم ندیدیم به چشمامون، ولی حالا مثلا فرض کنیم زمان سابقه تو خیابون دولت میدیدی، توی مغازه چند نفر نشستن، حالا اونجا اونورم چند تا خانومند یا پشت پرده، همین ما شما جنسی که میرفوشی چی؟ میگه همین ها رو میرفوش، آدم فروشی ها قولا مکنیز میرفوخت. اصلا اسلام خوشش نیمانده از این، چون از اصل بردگی و اینار هم چیه، تا گرفتار شد دیگه، بعد دستوراتی داده میشه. خب حالا پول دادید یا غلام خریدید،
فرض کنید غلام خیلی آدم خوبی هم هست، مؤمنه، مسلمانه، بله. خب حالا خریدید این عبدش که شما خریدید، سوای خدا که باید اطاعت کنه مثل شما و همینا سرجاشه، به حرف شما باید گوش کنه، مثلا کار شبانه روز اینا، بعد خرجش هم گردن شماست، هر چه درآمدی هم داشت در بیاره مال شماست، زنم بخواد بگیره شما باید زنش بدید، طلاق هم بخواد بده شما باید طلاق بدید. ولی مثل که آدم یه اسبی خریده، اسب چطور اختیاری نداره؟ کارم که میره میکنه قرارداد با شما میبندن، پولرم به شما میدن، شما به قدر خوردن. مثلا ایش وقت کسی با اسبه قرارداد نمیمنده که من چقدر بدم، با صاحبش میبنده، بعد پولم به صاحبش خرج این اسب برمیده. میخوان حالت غلام کنیزاده از اون بیاد، باید گوش کنم دیگه. و بالاخره ما باید عبدالله باشیم، یعنی خدا رو مالک خودمون بدونیم و بدونیم که این بدن قبل از این که من فکر کنم مال منه، اصلا من خودم، همه مال خدا هست، همه چی مال خدا هست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینه و ما و ما تحت فرا، این سند مالکیت کل خلقته که خدا در سوره طه، جاهای قرآن، حالا یکیش هم سوره طه، نازل کرده که لهو برا مال خداست، اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمینه، اون چه ما بین آسمان و زمینه و اون چه که زیر این زمین هاست، اینا همه مال خداست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینه و ما، صفحه 312 سوره طه خط 3، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینه و ما و ما تحت الثرى، همش مال اون و اون صاحب ماست و مولای ماست و ما باید اطاعت او داشته باشیم، دائما این تمرد نداشته باشیم. صاحب این غلامه بهش میگه که بستنی نخور، خب باید گوش کنه. میگه که با فلان کس رفیق نشو، باید گوش کنه. هرچی بگه دیگه خب صاحبش دیگه. ما وقتی خدا به من به شما میگه یا ایها الذین آمنوا یغضوا ابصار، چشماتون رو پایین بندازید مقابل نامحرم، این چشم قبل از اینکه مال من باشه مال خداست، و اون زنام تو کوچه خیابونا قبل از اینکه مال هر کی باشن مال خداست. این صاحب گفته این به اون نیفته چشم، دستور دیگه و و و و این عبودیت اینجوری رو باید در خودمون ایجاد کنیم، یعنی دائما در تحت عبودیت پروردگار باشیم. حالا اینجوری که بخوایم باشیم، حالا به پیغمبر احتیاج پیدا میکنیم، به امام احتیاج پیدا میکنیم، چون دستورها رو بلد نیستیم، پیغمبر باید یادمون بده، یا امام معصوم که بلده یاد بده. بعدن هم روابط رو چجوری اداره کنیم، گیر میکنیم، خب باید بریم بپرسیم از پیغمبر. مثلا با زن جر و بحثت شد، کی باید بگه حق با کیه؟ خب باید یه آدم واردی بگه که احکام بلده، اون پیغمبر یا امام معصوم. الان چه کار کنیم که پیغمبر نیستند، امام هم نیستند، الان فقها ها باید بیان وسط. این کار بوده دیگه، شده، دستور دادن، دستور انجام شد. میگن کسی رفت مکه، دیدن برگشت، گفتن چی شد؟ گفت والا ما رفتیم مکه، در خونه خدا که بسته بود، جمعیتم تو حیات ویلون بودند، اومدیم مدینه، گفتن خیلی وقت پیغمبر از دنیا رفته، ما برگشتیم اومدیم. به قول این تعریفه خدا که خب باش ارتباط نمیتونیم برار، دستور بعد از رسول و ائمه بگیریم، ائمه و رسول هم نیستن، امام زمان هم گذاشته در رفت ازم پیداش نیست، پس از کجا یاد بگیریم؟ اینجاست که پای این فقها یاد، فقها خودت میتونی بری فقیه بشی، من تا خب بطول میکشه تا بشینی که ببینیم یاد بگیرن، هم که خودشون عمل میکنن ما ازشون یاد بگیریم. تصدی سرپرست، الان یه دکتری وقتی من در نیازی که دارم بهش مراجعه میکنم، صاحب بدن من نیست، صاحب غذاها و اینام نیست، تا بلده که این غذا الان برای این بدن خوب نیست، این کار بکن الان اینجوری تا خوب بشه. این فقها ها به خاطر اینکه خودشون میخوان عمل کنن دستور خدا رو، رفتن احکام در آوردن. خب ما ازشون بپرسیم، خاله ما که بلد نیستیم دیگه، بپرسیم مثل این دکترن دیگه چکار، و همه مواردی که هستش. از یکی از نواب امام زمان، زبان
69 سال امام زمان، 5 سالش بود پدرش از دنیا رفت. ایشون 69 سال بعد از این 5 سال غیبت صغرا بود. غیبت صغرا یعنی افرادی با آقا تماس می‌گرفتن، اونا با مردم تماس می‌گرفتن که 4 تا بودن در ردیف. بعدش غیبت کبرا شروع شد از سنه 329 هجری. دیگه ارتباطی با ایشون نیستش تا ایشون ظهور کنن. یه آقایی در همون زمان غیبت صغرا، آقایی بود بله اسمش هم اسحاق ابن یعقوب بودش، یه آقایی بود مسایت البهجت، دانشمند هم علوروان آدم معمولی نبود، نامه نوشت به این داد دست این آقای نامنده امام زمان که بپرسین از آقا که ما چیکار کنیم مثلا در این الان اوضاع احوالا پیش میاد و و و مسائل شرعی هستش. ائمه چون میدونستن که کار غیبت پیش میاد، توصیه داشتن از اون اول که درس ها رو بنویسید به شاگرداشون، درس میگیرید از ما سوال میکنید بنویسید که از خاطره ها نرم. اول کسی هم که شروع کرد به نوشتن روایت سلمان فارسی بود، خود از دلیل مال رسول اکرم مینوشت و اول مینوشتن همطوری. خب پرامش میکنه آدم دیم که دستورات بلد بشیم. اون وقت این آقای یعقوب کلینی، ایشون در زمان غیبت صغرا زندگی میکرد، همون سالی که غیبت کبرا شروع شد همون سال هم یعقوب کلینی از دنیا رفت. یعنی تمام عمرش در زمان غیبت صغرا بود که ارتباط با واسطه با امام زمان میشد داشته باشد. اتفاقا با این نایبای امام زمان خیلی رفیق بود، هم اونا خیلی دوستش داشتن هم این خیلی با اونا مراوده داشتن، کاملا زیر نظر امام هست کار میکرد این یعقوب کلینی. ایشون برداشته از 400 تا کتاب که به دست آورده بوده که از لبای معصومین شنیده بودن نوشته بودن اصول اربعه، شاگردایی که از امام ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم این کتابا همه مونجا بود، این 400 تا کتابو گذاشت جلوش. 20 سال این رساله ها نتیجه همون زحمت هاست. یعنی همین ترتیبی که الان توی این رساله میبینید همین ترتیب تو کتاب کافی هست. ترسی راجع به وضو سوال بود یه جا جمع کرد از هر امامی، هر چی راجع به غسل بود یه جا جمع کرد، هر چی راجع به خمس بود یه جا جمع کرد. شده 8 جلد کتاب کافیه. 2 جلدش مال اصول دینه، صحبت هایی که مال توحید و نبوت و معاد و اصول دین بود. شما میگوید اصول کافی که این 2 جلد رو ترجمه میکنن، خیلی مفیده اگه وقت گیر آوردید بخونید با ترجمه شماست. 5 جلدش فروع کافی است که همش فقه رساله است. یه روایت هم بوده که نه به اصول میخورده نه به فروع، توی جلدی گذاشته روزه کافی. یه روایت های متفرق مثلا امام ششم نامه نوشتن به شاگردای خصوصیشون، شاگردای رد اولشون، نامه چند ورقه، فرمودن اینو بذارید تو جانمازاتون هر روز نگاه کنید مطالبش، خیلی مطالب توش خیلی. اولین روایت روزه کافی هم همین نامه هست، از این قبیلا جمع شده، کتاب خیلی معتبری شده. میدونستن ببینید وقت فقه هستش، یعنی ما نبودن ائمه داریم دستور به قدر کافی گفتم، میدونستن هی به قدر لازم گذاشتم. مثل که پدری میخواد چند سالی بذاره بره یا طولانی بره، انقدر گذاشته برای بچه هاش که فقیر و محتاج نباشن، میدونستن گذاشته. اون اسحاق یعقوب، اسحاق ابن یعقوب سوالش این بود که آقا اینا قبول نگه گذاشتیم، حالا اگه پیش آمدی شد حوادثی شد چیکار کنیم اینا که مثلا چیز جدیدی رخ داد؟ جواب دادن که عمل حوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، باشه از روات احادیث ما بپرسید اینا سر نقش تو احادیث به دست میارن، چون همه چی سوال شده همه چی هستش اینا میگن بهتون. هم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینا حجت های منن به شما. این کلمه ولایت فقیه مثلا ولایت طبیب برای مریض، اصلا میگم نخواهیم دین نخواهیم داشته باشیم، ولی از کجا میخوای بلد بشی؟ تو الان میخوای اسلام عمل کنی از کی میخوای بلد بشی؟ بس بسم الله بفرما تو حوزه میگفتش که یه توکبا میری ترمینال جنوب یه نیش ترمز میکنی قم 30 سال درس موندن تا بشی مجتهد، اون من خودت از خود اگه بشی
ما خودت از خودت تقلید کن، قبوله. این روح الله خمینی هم بچه فرنقه، رفته درس خونده شده مجتهد، خودش از خودش عمل کنه، ما ازش تقلید مون. ولی تا نشدیم چی؟ خب تا نشدیم یا کار دیگه داریم، خب چاره نداریم، بعد بریم یاد بگیریم، وزورم یاد بگیریم، قسنم یاد بگیریم، هر چیزی، حوادث واقعی، یعنی هر چی. اون وقت هم بنابر اینه که من و شما حتما لایزال زیر عبودیت الهی باشیم و هر کاری انجام میگیره حتما در این زمان ما فقیهی تصدی به ما داشته باشه. حالا میخواد انقلاب اسلامی شده باشه، میخواد نه، تکلیف شرعی ما بوده، ما میبایست از اول بلوغ یه مجتهدی رو گیر میآوردیم و حالا هم درس و بحثی رو هم سر جاش، هر چیز زندگی رو میگفتیم بهش که ایشون اشراف داشته باشه، رهبری کنه ما رو، بیدینی نکنیم، بلد باشه این کار رو بکن، اون کار رو بکن. اینو میگن ولایت فقیه، یعنی زیر سرپرستی اوشون که این کار انجام بگیره. تکلیف بوده ها، از اول هم تکلیف بوده. عرضم بر این که نه، من به فضل الهی شاید از بلوغ و اینا دائما همطور بود، هیچ کاری بدون اجازه فقیه و من بدم همه چی، حتی کتاب هم میخواستم بخونم میبودم میدادم هم آقایون که این کتاب رو من بخونم یا نه، کتاب های که سر خود چیزی خرابی چیزی نشد، هرچی شک بود میگفتم این کار میکنم، کار میکنم، نه همه رفت آمد داشت بوده، فقه هم که خب معلومه باید انجام بگیره. این حکومت اسلام که میبینید آقای خمینی راه انداخت، این حکومت باید تک 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 ما همیشه یه عمرمون 800 سال پیش، 400 سال پیش، 400 سال دیگه، هر وقت همیشه باید همینطور باشه، باید تمام کارامون زیر نظر فقیه باشه. برو خودت فقیه باشو، برو وقتی فقیه شدی اون وقت زیر نظر ائمه میره. خیال نکنید آقای خمینی ولی، آقای خمینی الان گرفتارتره، 14 تا استاد داره، 15 تا یکیش قرآنه، 14 تاشون هم 14 معصومن، دایما من از اونا باید دستور بگیره. ایشون سر خود نیست، من تا ما چون علم اینا نداریم بیزن زیر چتر این تقلید میکنیم، هرچی ایشون دستور میگیره به ما یاد میده میکنیم که همیشه خدا عبادت بشه، خدا بندگی بشه، در تحت حکومت خدا باشیم. تا وقتی نماز میخونیم آدم راستگویی باشیم. شما صبح به خدا گفتی یاک نعبد، فقط تو را میپرستیم، خود دروغ میگوی، تو دستورات زیر نظر خدا نیست، تو اینا که باشون رفیقی خدا گفته، این چیزایی که میخوری خدا گفته، تو این گوشا میری میای، شغل کار همه چی، زنت بچت همه چیش فرق میکنه. یا که نعبد، باید فقط تو را بپرستیم. خب دستور خدا چی؟ الان شما برو اون گوشه بشین 300 سال فکر کن، نه خدا باید حرف میزنه نه چیزی، دستور گفته به پیغمبر اسلام، اونم به ائمه یاد دادن و اینا، اونام گفتن تو این کتابا اومده، ارتباطی که اونجور کسی نداره، باید بریم از همین مسیرها به دست بیاریم. این همونه یا که نه بود ماست. ببینید این مسائلی است که دائما میگذشته. من اون وقتی که بالغ شدم و شما و تا وقتی زنده هستم، چه الان چه 100 سال قبل چه 100 سال آینده، یک لحظه از زیر بار فقها نباید بریم بیرون. اون وقت از زیر بار امام رفتیم بیرون، از زیر بار خدا در واقع رفتیم بیرون. برداشتن مردمان بصره نامه نوشتن به امام جعفر صادق، اون زمانی که آقا بودن، آقا تو مدینه بودن، بصره را زیاد بودی، حالا نگاه نکن زود میرم میان، وقت طولانی بود مسافرت ها رفت و اومد و اینا، خیلی هم مشکلات بود هم طولانی. گفتن که آقا ما چند شیعه هستیم بصره، حکومت هم دست سنی هست، ما دعوامون میشه گاهی سر میراث. الان دم در، من امروز اومدم تو، یک کسی دم در مسئله ارثی پرسید، راجع به ارث، ارث معمولا بین آبجی و خواهر و ایناست دیگه، ارث خودمونی هم دعواشون میشه، یعنی بگیریم نگیم، گفت این کارو بکن، این کار، گفت دعوامون میشه چیکار کنیم، بریم پلو این سنی ها، ولی اینا حکومت دارن، شمشیر دارن، تازیانه دارن، شلاق دارن، زندان میکنن، میگیرن، حکم میکنن، حکومت دیگه محبت گوشون بکنید. فرمودن نه، انظروا من کان منکم، توی خودتون نگاه کنید، قد روا حدیثنا، کسی که حدیث ما رو روایت میکنه و نظر فی حلالنا و حرامنا و میبینه حلال و حرام ما رو صاحب نظره، یعنی به قول ما این مجتهدی، فانی قد جعلته علیکم حاکما، من که امامه از طرف خدا، این شخص من حاکم شما قرار دادم،
به او مراجعه بکنید. اذا حکمه به حکمنا، دو جور حکومت میکنند اشخاص یا قاضی ها یا مجتهدین. یه حکومت به قول ما کت خداییست، میگن کاری حالا به شرع و اینا نداریم. یه جا بودیم پلی یه مجتهد اومده بودن دعوای را آورده بودن 50 سال پیش، خیلی وقت پیش، ایشون نمیخواست حالا احکام شهر رو بیاره وسط، گفت راضی بشید کت خدایی حلش کنه. آه کت خدا ها سواد ندارن، همطوری یه چیزی میگن دونم قبول میکنه میره، اینجوری کنم اونجوری کنم، طرف این قبول کردن. وقت قبول کنن دعوا میخوابیدیم. اگه بگن نه شهر رو شما بگو، من دیگه ناچار احکام شهر رو بیاد بگه که اینجور اینجور اینجور. حالا اگه احکام شهر رو بگه، من اینه اینه که الان این امام زمانه داره حرف میزنه، چون که انی جعلته علیکم حاکم، من اینو حاکم قرار دادم. شما وقتی تو خیابون پلیس گوش به حرفش نمیکنی، در واقع گوش به حرف حکومت نکردی. اون گذاشته اینجا اینجوری کنه، برو تو اسم یعقوب بچه فرانجایی برو کنار. نه اسم کار نداره فعلا، این آقا مامور دولته. این یعنی جمهوری اسلامی تو خیابون میگه برو برو واس واس شار. فعلا این نمای این آقا شد حجت ابن الحسن، یعنی وقتی حکمه به حکمنا فلم یقبل من، اگه قبول نشه بعدش حکمشو، فبه حکم الله استخف و علینا رد، پا رو دست حکم خدا گذاشته، ما ائمه رو رد کرده. و راد علینا کر راد علالله، کسی تو دهن ما ائمه بزنه حرفمون رو قبول نکنه، خدا رو تو دهنش زده قبول نکرده. و هو علا حد شرک بالله، این دو تا خدا داره، یعنی هوای نفسش رو خدا کرده. ببینی خطرناکه. اون وقت وقتی حکم کنند، این حجت ابن الحسن که حکم کنه باید گوش کنیم، چاره نیست. همیشه اینطور بوده، نمیخواد مثلا بگم از سال 57 شروع شده، از همون زمانه که آدم صفت الله اومد رو زمین این داستان شروع شده. ایناش، این قرآن شماست، اینم صفحه 56 قرآن تو الان میارم، صفحه 6 شروع میشه داستان آدم. خود حضرت آدم که از صفحه 6 جای دیگه قرآن هم هست، اینجا هم هست، از قال ربک للملائکه، که من در زمین خلیفه میذارم. اصلا همین کلمه خلیفه اینه، همین یعنی انسانی میاد که اون من میرفستمش، بعد گوش به حرفش کنید، جانشین منه، خلیفه، خلیفت الله. بله، و با حرفا شروع شد و چه و چه، یه خورده برید جلو میاد صفحه 7. صفحه 7 که آدم و حوا رو بیرونشون کردن از تو بهش، قل نهبطوا منها جمیعا، اولین چیزی که خدا تذکر به آدم داد که نتیجتاً به ماها، فاما یاتینکم منی هدا، یعنی تو کوچه خیابونا شما نمیبینید خدا در راه میره یا حرف میزنه یا سر جار را، نه خدا که دیدنی نیست، حرفا با ما نمیزنه، با پیغمبرا وحی میفرستاد. یه نفر رو خدا هدایت میکنه، اون هدایت کننده رو میرفسته سمت شما، دلائل هم همراهش میکنه، آیات همراهش که میشناسیدش، که خود آدم صفوت الله اول کسی بود که خدا هدایتش کرد تو زمین و پیغمبرش. به امام زین العابدین گفتند آدم چرا تو بهش منصیت کرد و گندم خورد بیرونش کردن؟ فرمود اونجا پیغمبر نبود، اونجا فعلا خودش بود و زنش، مثل این آقای خمینی قبل از اجتهادش، خب تقلید میکرده دیگه. زمین بعد از اینکه توبهش خدا قبول کرد، اینم تو قرآن هستش، اینا همینطور تون تون چیز نکنه. الان در همین آیه میخوام از سوره طه براتون بیارم، این همینو خدا میفرماد، آیه 122 صفحه 320 قرآنتون که سوره طه هاست، وقتی که آدم بیرونش کرده در آیه 122 میفرماد ثم اجتباه ربه، اجتبا انتخاب بعدش شد که زمین اومد توبه کرد، توبهش قبول شد، فتاب علی. این کلمه وحدا یعنی همین، یعنی حالا پیغمبرش کردم، علم نبوت بهش دادم، هدایتش کردم، هم خودش عمل کنه هم به بچه‌هاش یاد بده. این رو گفتی، همیشه یک مهدی در بین انسان‌ها هست، مهدی یعنی هدایت شده. کی هدایتش کرده؟ خدا، خدا حادیث این مهدی. ببینید یه نفر که در یه نفر رو میزنه، به اونی که داره میزنه میگن ضارب، به اونی که داره کتک میخوره میگن مضروب، اون که هدایت میکنه هادیه، این میشه مهدی، یعنی هدایت شده. اگه تو کوچه به پیغمبر میگفتی آه ببخشید این حرف را کجا بلدی، میگه خدا یادم داد. این هدایت خداست.
میگه من یه نفر هدایت میکنم میرفستم و آیات همراهش میرفستم، دلایلی که بشناسیدش، ولی باید گوش به حرفش بکنی. اومد تو همین سوره، همین سوره تاها اگه هنوز بازه، آیه 123 که آخر آیه 100 میفرماد گفتیم به آدم حوا اهبط منها جمیعا، برید از بهش بیرون، بعضکم لبعضا عدو توی چیز دنیا، این دو سیستم هست، دشمن شما دارید، بعضی با بعضی دشمن. فاما یاتینکم منی هدن، وقتی که حتما اون مهدی من میاد که اولین مهدی هم خدا آدم شد، اینو بدونید، فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا، اگه میخوای گمراه نشی، اگر میخوای به بدبختی ها نیفتی، گوش کن ببین مهدی من چی میگه. حرفای مهدی ها اومد آخرین مهدی محمد ابن عبدالله بودش. بعد کار دست ائمه اطهار افتاد که علم رسول و عقل، ولی اوناش که امام 12 تا خب اینا مهدی هستن. اصلا اسم امام زمان ما بیشتر مهدی میگویم، مهدی اسم همشونه، پدرش هم مهدی بود، اون پدر بزرگ. مهدیون، معصومون، مکرمون، متقون، صادقون، مصطفون، مطیعون لله، اینا همه اسمای عمومیشون. میگه اگه میخواید بیچاره و بدبخت نشید و گمراه، باید مهدی منو گوش کنید بشه. همیشه بوده. امام ششون فرمودن هیچ زمانی زمین خالی از حجت نیستش. یعنی یه نفر هستش که دین و بلده، از طرف خدا شما از اون یاد بگیرید. فرمودند اگه کل کره زمین بمیرن، دو نفر زنده بمونه، یکیش مهدی. اگه خبر اومد از این دوتا یکیشون مرد، اون مهدی زنده است، نباید زمین بدون حجت بشه. آخرین نفری هم که روی این کره زمین قبض روح میشه که دیگه بعدش قیامت میشه، حضرت علیه. تو حکومت امام زمان ائمه میان، ائمه دوازدگانه بعد دنیا برمیگردن. حضرت علی چند بار اینجور شد. آخرین امامی که در امامت میکنه حضرت علی است و آخرین فردی هم که قبض روح میشه ایشونه. بعد همیشه بعد یه مهدی تو مردم باشه. خودم همینو میگه، فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا. البته اونم کار خودشونو میکنن، بلدن هدایت کنن، چجوری هدایت کنن، و همه اینا سیستم داره. ببینه خداوند یک منتی گذاشت، حالا این زحمات بالاخره خیلی هم زحمت کشیدش. توی طول تاریخ مقطعی هی زحماتی کشیدن علمامون بتونن اسلام رو بلکه به عمل بکشونن. یه محقق کرکی داشتیم، این اونجور مثل آقای خمینی موفق نشد، ولی تونستش که توی ارتش اون زمان نماز جماعت را انداخت، نماز جمعه را انداخت، رساله نوشت فارسی، علاوه بر اون مقدار که هرچی بوده در اختیار پخش کرد و از این تتر متخب شاه باز بودن، متخب گوش میکردن، خود جلوتر رفتش. زمان صفویه، زمان علامه مجلسی، ایشون هم خیلی جلو رفت، به طوری که کلمه حجت الاسلام رو شاهای عباسی بهش دادن. همین اونا به اینا گفتن تو کارهای دین رو شما انجام بدی. شاهای صفویه این کلمه حجت الاسلام لغتیست که اونا دنش بله میکرد، خیلی زحمت کشیدن اونا هم که مثلا دین عمل بشه، چقدر تا اونجایی که میشد. اما این کاره که آقای خمینی کرده، این دیگه تالا نمونه نداشت که اصلا خود حکومت رو همه فقیه دست بگیره، دیگه شاهی نباشه. رو وقتا گرفتار شاهان بودن، شاهان همشون فاسد در جا. و آقای خمینی داشت سخنرانی میکرد، هم قیافش تو خاطر منه، هم لب و لوچش که شرف میزد تلویزیون، فرمود تمام شاه فاسد بودن. بعد این مکسی کرد، حالا بعضیشون یه مقدار باز اونم قبول نکرد. مثلا کریم خان زن نگفت من شاهم، آدم خوبی بود، گفت من وکیل و رعایام. حالا مثلا نه، همشون شاه. روایت داریم فاسق ترین مردم پادشاهانند، ظالم ترین مردم پادشاهان است. نه دیگه سیستم شاهی تو اسلام نیست، سیستم حکومت خدا و رسول و ولایت فقیه و ایناست. این باید دستور رو بگم ما اجرا بکنیم. یه منتی گذاشته شده، بله، حالا بشرم بیدار بشه. خود داشتن بر علیه اسلام دادتونه چند سال پیش تبلیغات میکن، دشمن هم ناراحتن دیگه. دشمن ها میگن شما برید کنار مثل آمریکا و اینا، ما رئیس باشیم هرچی گفتیم، فقیه کدومه؟ دعوا سر همینه دیگه، دعوا دعوایش که همیشه تو دنیا بود. بله، اون وقت آقای خامنه‌ای پیغام داد به جوونا که قرآن بخونید، گوش به حرفی رو ندید، حرفای اسلام تو قرآنه، اینا از خودشون
که گفتن قرآن یهو خیلی کمیاب شد و بره. بله، بعد خود مردم دنبال اسلام برن، دین چی هست، دستورات چی هست، و همین روال بیاد جلو. یعنی بهترین کسی که باید داریم الان تا امام زمانمون نیست، فقها هستن. البته بنده خدای قائل التب بی سوادی و همجوری بخورده نادونی چه میکرد الله حکومت. گفتم آقا فقیه رو خداوندش ولایت میده که عادل باشه، این عدالت شما یادتون نره. من تقلیدم همطوره، شما اول رساله میگن از مرجعی تقلید کنی که چی و عادل باشه، اگر نه خب تقلید نکن ازش. عادل یعنی خودش احکام عمل کنه و مواظب باشه و وقتی عادله و خودش هم آدم میزونیست خب داره احکام اجرا میکنه دیگه، خب از چون که بلد نیست خب بعد از اون یاد بگیره دیگه، بعد هرچی این میگه بکنید. این اون حکومتی رو که میخوان پیغمبر و ائمه، همین حکومتیست که نهای خمینی رو انداخت که یه فقیه جلو تصدی کنه امور رو، اموری که مردمیه، هم رهبری به قول امروز، و مردم خود دین که هست یا رساله که از تقلید همه اینا سر جاشه. و اون وقت این وضعی که تو ایران میگذره خوب دنیا خبردار میشن دیگه، خبران میگیرن. خیلی شدید شیفته اینجور هستن جوان آدم های سالم، اون تا حکومت ها نمیذارن چون دست اونا گرفته میشه، دست آدم های سالم میخواد بیفته، اینا هم نمیخواد، میخواد شهبدرانی کن. بدبختی دنیا همین وسط هستی. این چیزی که بوده تا حالا از اول هم همطور بوده. سلیمان نبی خیلی مقتدر بود، البته خداوند به طور ویژه کمکش کرد که اونجور کمک رو به امام زمان رفتی میکنه، اما به بقیه اونجور نکرد. یعنی جن آمد کمک میکرد و چه و اون کارهایی که برای سلیمان شدش. در یه نقلی داریم که 70 سال کل کره زمین زیر چتر سلیمان رفتش و همه جا صحبت از توحید. خود سلیمان نبی یهودی بود، یعنی تورات عمل میکرد. اینا از انبیای بنی اسرائیل هم. کتاب تورات سر جاش بود، منطقه کتاب هم مثلا به پدرش زبور هم نازل شده بود، خودشون هم پیغمبر بودن، اون دین داشت. یک تمام اون خواسته های حضرت موسی و اون دین در همه جهان به حکومت دیگه قدرتمند بود، همه جا رو گرفت. بشر بده متاسفانه دیگه. اون وقت ایشون رو پشتمون از دنیا رفت، یک سالم که نمیدونستن مرده، که بعد اساس مورانه خورد افتاد. یک ثانیه کل این کره زمین ملعون بداشون رو میگم، بدا زیادن دیگه، نذاشتن این حکومت اونجوری که سلیمان گفته بود ادامه پیدا کنه. آصف من برخیا بودش، آصف هم بود که تخت سلیمان بلقیس آورد، اون باید حکومت ادامه میداد. ریختن همه رو گرفت، اصلا شهر درست کردن به خاطر پولا و حکومت. گفتن که سلیمان ساحر بوده، پیغمبری در کار نبوده. زیر تختش سحر نوشتن گذاشتن، همین درباری های ملعون همه جا دارن آدمای بد. بعد تخت برداشتن که ببینید ساحر بوده، و یه بدبختی هم درست کردن تو دنیا. به پیغمبرای قبل هم شک کردن مردم، گفتن نکنه موسی ساحر بوده، ما نمیدونستیم. انقدر کار گمراهی بالا گرفتش که خدا دو تا فرشته از آسمان فرستاد که آمدن سحر یاد مردم میدادن که فرق سحر و معجزه رو بلد بشن. ملکین به بابل هاروت و ماروت، که کار دیگه پیغمبر و آدمام نبود، که کمک اینجوری آمد. همچنین بدبختی رو انداخت. نمیخوان زیر باره، سلامت میخواد این چیزا، باید تسلیم خدا باشه انسان تا اینجور بپذیره که فقیه حکومت کنه که مثلا امام بود. سلامت نباشه خب نمیخوان دیگه. بله اسم رو میگیره، اسم الان تو یهودی هم همینطور بودش. اون حاکمایی که سر کار بودن، مثل زکریا و مریم و اینا پیغمبر ها بودن، زمان بنی اسرائیل پیغمبر بوده، بعد از پیغمبر ما پیغمبر نیست، امام از اونا که حکومت دستشون بود. نه زیر بار زکریا و مریم اینا نمی رفتن. شما اگه تو سریال حضرت مریم یادتون باشه، حتی حضرت مریم کتک زدن اونا که حکومت دستشون بود، زکریا رو تختعه می کردن، زیر بار نمی رفتن، و حتی زکریا رو کشتن بعدش، یحیی رو کشتن.
یحیی به اون عظمت و به اون چی و اینا، اون که کشته خودش میگه من شاه یهودم، یعنی از طرف خدا خودش حساب میکرد، مثل هارون و رشید که میگفت من خلیفه دنبال کار پیغمبرم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منم، من موسی بن جعفر تو زندان کرد و کشت. این ظلم و ستم تو بنی اسرائیل هم بود، همون آقایی که خودشو نماینده خدا میدونست به خاطر خواهش یه زن فاحشه سر یحیی رو برید که ببینید آقا این خبر هاستی. خب دنیا این بدبختی رو داشت، شهوترانا نمیذاشتن کار دست دوستان خدا بیفته، اونام جمعیتشون کم بوده، این گرفتاری هایی رخ داده، ولی مثل یحیی رو برن سرشو ببرن اونجوری فلان اینا، اون بساط و اینا رو زکریا رو تو درخر کردن. زکریا به این عظمتش با این معجزاتش فلان اینا بشون، عیسی ابن مریم آمده با این همه معجزه 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 که یه روز مجمع البیان نوشته 4500 تا معجزه یه روز کرده، همین یهود ریخته که بکشدش که خدا بردش تو آسمان، که اون که قیافش شد اون رو صلیب کشیدن، نمیخواستن دوستان خدا رو، نمیخواستن انبیارم، نمیخواستن یقتلون النبیین بغیر الحق فلان. این داستان هم چه رخ داده تا حالا؟ آیا میشه یه زمانی بشر تسلیم بشه و اینها دیگه مقهور باشن؟ بله، ما زمان قرده آقا وقتی ظهور کنن تمام این ظلمه میرند، یه حکومت اسلام محض میشه تا آخر حکومت اونجوری میشه، تا حالا هنوز که نشده فعلا. حالا ولی تکلیف ما داریم، را بندازیم، حتما را بندازیم و زیر بار فقها باشیم و انجام بدیم و دستورات رو اطاعت کنیم و یه لحظه از ایاک نعبد و ایاک نستعین خارج نشیم، اگه نه خب. اللهم صل علی محمد.